تورم افسار گسیخته و فشارهای اقتصادی به خصوص در یکی دو سال اخیر باعث شده برخی از مردم برای گذران زندگی ناچار به فروش لوازم خانه‌شان شوند. طبق آمار سایت دیوار، تعداد آگهی‌های فروش وسایل خانه در یک سال اخیر به 30 میلیون رسیده است. برخی از فروشندگان لوازم دست دوم به خبرنگار همشهری می‌گویند بحران کرونا و شرایط نامناسب اقتصادی به کسب و کارشان لطمه زده است. یکی بیکار میشه، یکی هم دیگه توان نداره، آقا پول نداره، مجبور اساس خونه شو بفروشه. ما هم مثلا میام آقا به قیمتی برمیداریم که زیاد ضرر نکنه. اونایی که داشتن وضع مالی طرف خرابه، میبینی دو تا یخچال فریزر داره، یکشو گذاشته واسه فروش که بتونه مثلا با پول اون بتونه بزنه به یه زخمی. ولی واقعا کاسبی‌ها خرابه. ما هم که همینجوری صبح میایم میریزیم بیرون، شب هم میریم. قدرت خریدشون خیلی پایینه. مثلا مبل 5 تومانی رو بهش میگی 5 تومن، میگه 2 تومن. بخوایم بخری تو خونه مبل مثلا که 3 تومن نمیارزه، میگن 12 تومن. قیمت‌ها خیلی رفته بالا. مثلا یخچالی که نوش 5 سال پیش 4-5 تومن بوده، الان شده 40-50 میلیون تومن. بعد دست دومش هم یه خوردی قدرت خرید مردم هم تو دست دومش هم اومده پایین قطعا، چون جنسی که الان میخواد بخره دستمش حداقل باید 20 تومن 25 تومن پول بده، اونم یه خوردی ضعیف شده چون مشتری واقعا قدرت خرید نداره. یه مبلی که 30 میلیون تومن باشه دستمش شما میتونی 7-8 تومن 10 تومن بخری. یخچالایی که ایرانی ها اکثرا تو 10 تومن 12 تومن هم، خارجی هم تو 14-15-20. قدرت خرید نیست. بازار ما الان 5-6 ماه کساد، از این موقعی که کرونا در اومده کساده، ولی خب الان هم زیاد نمیان. از محرم تا حالا باور کن دو نفر نیومده تو مغازه سوال بکنه، حالا یا به خاطر کرونا یا وضعیت مالیه. بعضی دارن از کشور میرن، یعنی بس اینه که میفروشن اجناس و کلن دارن از کشور میرن. تو قدرت خرید مردم اومده پایین، چون اگه داشتن اکثرا نمیدون دستمون بخرن. یا تو این وضعیت هم میان با 35% 40% پایین تر از اون تر از ما میخرن. تو دیوار که میخواییم بریم همه جنس ها رو آگهی کردن برای فروش، موقعی که میخواییم بخریم ازشون قیمت خیلی بالا دارن میگن، موقعی هم که میخواییم بفروشیم از همون نمیخرن میگن بالا میگن. حالا یه نوع گرونه و به عبارتی بنیه مالی مردم هم ضعیف شده، قدرت خرید اومده پایین. اینه که مبادرت میکنن به خرید کالاهای دست دوم، بعض مهاجرت میکنن، بعضی هم به عبارتی تبدیل به احسن میکنن، بعضی هم خب بعضا جا به جایی میشن، به حساب منازلشون کوچیکتر میشه، اقدام میکنن به بخشی از فروش لوازم منزلشون که به حساب تو منزل جدیدشون اونقدر جاش مهیا نیست یا به عبارتی مورد استفادهشون نیفته باشه. بحث خب بعضا اون افزایش قیمت یا گرونی کالای نو به تبع روی کالای دست دوم تاثیرگذار بوده، هم داد و ستد به نوعی کم شده، هم که بعضا خود خریدارمون هم که به حساب میومدن سمت کالای دست دوم به تبع اونو نیادار همچنین ریزش داشته.